به نام خداوند و با عرض سلام به برنامه زیربنا با من مرسل منصوری خوش آمدید. آقای عبدالواسع حیدری آگاه امور اقتصادی با ما هستند تا در مورد چگونگی طرح سیاست اقتصادی بعد از روند صلح با هم بحث و گفتگو داشته باشیم و اینکه حکومت چقدر آمادگی داره واقعا برای ازی که بخوایم بعد از روند گفتگوهای صلح یک اقتصاد شکوفا داشته باشیم تا بتونیم که کشور را به پیشرفت سوق بدیم. آقای حیدری سلام، وقت شما بخیر. میشه در مورد ازی بگوین که در حال حاضر تمام مقامات حکومت، رهبران حکومت مصروف ازی هستند که چگونه یک طرح برای روند گفتگوهای صلح بسازن یا اینکه در گفتگوهای صلح موفق باشیم؟ چقدر وضعیت اقتصادی ربط میگیره به این موضوع که باید در نظر بگیرن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکاران محترمتان و بینندگان با عزیز. در این جای شک نیست که صلح نفس پیشرفت و شکوفایی اقتصادی وابسته به صلح و امنیت است. متاسفانه در افغانستان در 4 دهه گذشته به خاطر از اینکه صلح وجود نداشت، مردم و سرمایه گذاری، جلب جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به طوری که شاید باید می بود وجود نداشت و مردم هم مصروف اقتصاد گذرا یا اقتصاد مصنوعی مشغول امورات اقتصادی به اساس مصنوعی پیش می رفت. در این شک وجود ندارد که دولت افغانستان یک چانس بسیار طلایی در 2 دهه گذشته نائل شد، ولی روی زیرساخت‌ها و زیربناها کار صورت نگرفت. پس اینجا ایجاب میکنه با آغاز مذاکرات صلح باید ما برنامه های پیش از صلح داشته باشیم و در عین حال باید هم برنامه های روی دست بگیریم که بتانیم از این فرصت به وجود آمده استفاده اعظمی بکنیم. منظور ما این است که شما ببینین امی شاخص های کلان حکومت که عبارت از اگر ثبات سیاسی است، اگر ثبات اقتصادی است، اگر ثبات اجتماعی است و در کل ثبات حقوقی و تکنولوژیکی ما وابسته به امنیت بوده، اینجا امی فعلا هم یک امیدواری پیدا شده که باید چند مورد هم می خواهیم اشاره بکنم که باید روی طرح و برنامه گرفته شود. او عبارت از این است که افغانستان یک کشور وابسته است، یک کشوری است که همیشه به کمک های خارجی وابسته بوده. اینجا ایجاب میکنه یک اطمینان، یک برنامه از طرف متولیان امور طرح شود که بر مبنای از او مردم دلگرمی پیدا بکنه. شما ببینید در حال حاضر نگرانی که مردم از او راهگذر داره این است که اگر پس از اگر صلح به وجود بیاید باید که کمک های خارجی ادامه پیدا بکنه و در این حال شما ببینید پروژه های بزرگ، پروژه های متوسط و کوچک همه ایش منتظر به این است که یک تصویر واضح و روشن از سیاست های بزرگ مملکت مردم داشته باشند. متاسفانه شما ببینید اختلافاتی که این روز بین دولت مردای ما وجود داره این نگرانی را بیشتر می سازد و در این حال چیزی که بسیار لازم است در حیات مذاکره کننده سال باید دکترین اقتصادی افغانستان هم شامل بوده باشد تا با روی میز مذاکره با طرف مقابل که طالب است مذاکره بکنه. شما ببینین فعلا سیستم اقتصادی افغانستان به اساس سیستم بازار یا باز است. این نیازمندی است که ما باید یک طرح جامع و مدون ترسیم بکنیم که اجراءات ما پس از صلح چگونه خواهد بود، که اینجا برنامه کلان اقتصادی ما که نظام اقتصادی ما آیا بازار آزاد خواهد بود، بازار اینها همه نگرانی های است که باید با مردم شریک شود و مردم در روشنایی قرار بدهیم. از او را گذر آیدیا و مفکوری سکتور خصوصی را هم در قسمت داشته باشیم. شما ببینید افغانستان کشوری است که در تمام کشورهایی که ما مطالعه کنیم
پیش از صلح یا در جریان مذاکرات صلح و بعد از او ما طرح‌های مدون باید ترسیم بکنیم. شما ببینید در حال حاضر سکتور خصوصی ما فعال نیست آنچنان که لازم است. شما ببینید کشورهایی که امروز فقر نیست یا سطح بیکاری به یه اندازه نیست، اونها توانستن از اخوزن حمایت از سکتور خصوصی. بله آقای واسه برمیگردیم به ادامه صحبت های شما، اما میخواییم بگویم که چقدر واقعا تامین صلح برمیگرده به یک داشتن اقتصاد درست در کشور و یک طرح و سیاست اقتصادی درست که حالا بعد از تامین شدن صلح در افغانستان یا ثبات بخواییم این وضعیت را حفظ بکنیم، چقدر برمیگرده به وضعیت خوب اقتصادی یک کشور؟ یقینا شما امروز ببینید یکی از چالش های بزرگی که ناامنی است ناشی از این است که در کشور ما فقر است، ناشی از این است که ما سیستم های اصلی و واقعی اقتصاد که عبارت است تولیدات داخلی است، زراعت مدرنیز است، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، اینها فاکتورهای کلان اقتصادی است که میتونه شما ببینید ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی با هم یک جزء لاینفک دیگه هستن، لازم و ملزوم یکی دیگه است. اگر ما میخواییم یک نظام باثبات داشته باشیم امکان نداره مگر اینکه ما اقتصاد قوی داشته باشیم، و اقتصاد قوی هم مؤلفه هایش همی است که ما بتانیم عمو فاکتورهای واقعی اقتصادی را که عبارت از زراعت است، عبارت از معادن است، عبارت از جلب و جذب سرمایه گذاری است، تولیدات داخلی است. شما ببینید امروز یک فرد عادی سرمایه گذاری جرأت سرمایه گذاری نداره، به خاطر نداره که ما حکومت ما چی در داخل و چی در سطح بین الملل از وحدت اجماع یا یک برنامه واحد نداره. و اینجا شما همینجا فکر کنین که افغانستان چهارای منطقه است، اگر ثبات بیاید صلح و حاکمیت پیدا بکنه، من مطمئن هستم افغانستان منابع طبیعی وافر داره و در عین حال شما ببینین تولیدات داخلی ما، من خودم شخصا از پارک های صنعتی هرات، جلال آباد، کابل همه شرکت ها متوقف است به خاطر از اینکه سکتور خصوصی ما جرأت کرده نمیتونه یک تصویر واضح و روشن و سیاست ها گذاری دقیق که مستلزم جلب سرمایه گذاری است وجود نداره. فساد گسترده که حاکم است، اینها همه باعث شده که ما نتونیم به شکوفایی اقتصادی برسیم. روز با گذشت هر روز مردم ناامید میشه، سرمایه گذاری داخلی ما فرار کرده روان است به کشورهای منطقه، پکیج‌هایی از جانب کشورهای منطقه به سرمایه‌گذاری های داخلی ما، سرمایه‌گذاری های افغان های ما ارائه میشه، با گذشت هر روز سرمایه از افغانستان در حال فرار است. من مطمئن هستم اگر صلح تامین شود، جامعه بین‌المللی تعهدات خود با ما بکند تا یک مدت زمان، من مطمئن هستم از همگسیختگی که امروز حاکم است در افغانستان، بیش از 4 میلیون جوان ما معتاد است، همه در حال فرار است، وضعیت مهلک میبریم. به خاطر از اینکه ما ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری را داریم، شما ببینید منابع طبیعی ما، منابع غیر طبیعی ما، هر لحظه چی سرمایه گذاری داخلی و چی سرمایه گذاری خارجی منتظر است که سرمایه گذاری بکنه، منوط به این که ثبات بیاید. به همین شکل شرکت های بزرگ تولیدی ما که افغانای ما میخواد سرمایه گذاری بکنه، اگر صلح حاکمیت و قانونمندی، حاکمیت قانون و صلح تامین شود، من مطمئن هستم که نه تنها زمینه شغل به جوانای افغانستان فراهم میتونه شود، بلکه میتونه ما از بیرون هم ما میتونیم سرمایه قوی کار وارد بکنیم. ولی متاسفانه به خاطر از اینکه یک برنامه منسجم منظم نداریم، و این باعث شده که روز به روز مشکلات ما فزونی پیدا بکنه و مشکلات ما، فقر ما، بیکاری ما بیشتر شود.
بله آقای حیدری، چقدر حکومت افغانستان موفق هست تا بتونه کمک های جامعه جهانی را باز هم جذب بکنه، به خاطر از اینکه ما بخوایم زیربناهای افغانستان، معادن افغانستان استخراج بکنیم و تولید بکنیم و بالاخره به کشورهای دیگر صادرات هم داشته باشیم؟ متاسفانه یک دو دهه گذشته یک زمینه احیا کردن منابع طبیعی ما و زیربناهای اصلی اقتصادی، زیربناهای اصلی سیاستهای مالی و پولی ما با وجود آمده بود. متاسفانه به خاطر فقدان برنامه و به خاطر از اینکه خارجی ها با ما در این حصه صادقانه عمل نکردند، برنامه های نمایشی بود و این زمینه این یک فرصت طلایی از دست رفت. باز هم نوخت نیست، اینجا باید دولت مردای ما در قدم نخست با هم یک اجماع داشته باشن، وحدت نظر وجود داشته باشه و یک برنامه بعد از کارشناسی دقیق اولویت های ما تثبیت شوه که در کجا ما باید سرمایه گذاری بکنیم و منابعی که داریم باید در کجا با توجه به اصل برنامه محوری و اصل اقتصادی و اصل بازدهی ما یک پروپوزل منسجم و واضح روشن ترسیم بکنیم که از گذر از او بتانیم مساعد کننده های بین المللی خود را قناعت بدیم و اونها آماده شود و ما سرمایه گذاری بکنم. من یک چیز می خواهیم تاکید بکنم که در افغانستان کمک هایی که صورت می گیره روی زیربناهای اصلی اقتصادی ما متاسفانه مورد سرمایه گذاری قرار نمی گیره، صرفا در زیرساخت ها و زیربناها قرار نمی گیره. متاسفانه ما امیدوار هستیم این بار این فرصت هیئت مذاکره کننده دولت ما باید بسیار محتاطانه رسالتمندانه عمل بکنه و تعهدات بین المللی را جلب و جذب بکنه و روی او سکتورها که ما اشارات با او داشتم میخواییم باز هم تکرار احسن کرده باشم، این که شما ببینین افغانستان چهارای منطقه است، یک اگر صلح تامین شود یک مبالغ هنگفت از گذر عواید ترانزیتی میتونیم داشته باشیم و در این حال میتونیم که سرمایه گذاری داخلی و خارجی را جلب و جذب کنیم. و مسئله سیومی که افغانستان یک کشور زراعتی خوانده میشه، متاسفانه زراعت ما به طور کلاسیک به پیش برده میشه، حمایت لازم که باشه وجود نداره. و مسئله چهارم که مسئله بسیار مهم و حیاتی است روی پروژه های زیربنایی و زیرساختی که شما حیدری بله، آیا این چیز هست که کشورهای کمک کننده بخواهند که افغانستان خودکفا شود در عرصه اقتصاد؟ یقینا شما ببینید ما یک چارچوب به نام چارچوب صلح و انکشاف ترسیم کردیم که متاسفانه ملاحظات جدی در او وجود داره. همین سند چارچوب که سند برنامه نخستش تطبیق شد، فعلا روی کار جریان در روی برنامه دوم سند چارچوب صلح و انکشاف افغانستان. کو سند من خودم مرور کردیم، متاسفانه منطبق به واقعیت های جامعه نیست، یعنی منطبق به برنامه هایی که همچون کشورها که افغانستان در حال مذاکره با صلح هست متاسفانه ترسیم نشده و در این حال اصل برنامه و اصل اقتصادی در نظر گرفته نشده. من میخواهیم چند مورد اشاره بکنم. در اون سند چارچوب ملی که طرح شده متاسفانه کارها همه به طور نمایشی به او رسیدگی صورت گرفته. ما میخواهیم که متولیان امور افراد اشخاص زیره و زیرسلاح باید بله. آقای حیدری، سوال من این بود که آیا کشورهای کمک کننده، کشورهای خارجی خواهان از این هستند که در افغانستان اقتصادش روبرا شود و خودکفا شود یا نه؟ با توجه به تجربه گذشته شما ببینید در هیچ جای کشور این نیست که خارجی ها بیای اون کشور به شکوفایی و پیشرفت رسانه. ما خود ما رسالت داریم به خاطر از اینکه در دو دهه گذشته برنامه هایی که تطبیق شد متاسفانه ناکام بود، یک اقتصاد مصنوعی را به بار آورد، یک اقتصاد مافیایی را به بار آورد، ولی اکثریت مطلق مردم افغانستان از او بهره مند نشد.
ما به می خاطر میخواستم تاکید بکنم که برنامه های ما باید برنامه منطبق با واقعیت های جامعه بوده باشد. باید روی او پروژه های ما سرمایه گذاری بکنیم که اصل بازدهی و ریترن در نظر گرفته شده باشد. برنامه های نمایشی نباشه مثل گذشته. میلیاردها دلار به افغانستان آمد به خاطر از اینکه برنامه نبود، به خاطر از اینکه یک رسالتمندی نبود، تعهد نبود. ما فرصت بسیار بزرگی را از دست دادیم. آقای حیدری، چقدر فکر میکنید که حکومت در حال حاضر زمان داره یا به این فکر کرده که بتونه که یک سیاست یا طرح اقتصادی خوب برای افغانستان داشته باشه؟ خب من امی مسئله را پیشتر هم اشاره داشتم که ما یک سند به نام سند چارچوب صلح و انکشاف داریم که ملاحظات بسیار جدی در وجود دارد. ای به عجلگی صورت ترسیم شده و امو فاکتورهای اصلی و اساسی که ما را میتونه از این فقر مهلکی که افغانستان امروز متقبل شده رنج میبره و بیکاری که بیداد میکنه، ایجا نیاز به ای است که ما باید برنامه خواه خود یک بار بازنگری بکنیم، یک بار رسالت مندانه. آقای حیدری، تا کنون حکومت این کار انجام داده؟ متاسفانه مردم در جدیان نیست. برنامه های هم کس بسیار پراگنده است، وحدت نظر وجود نداره با او. با سکتور خصوصی در این رابطه مشوره لازم صورت نگرفته، با دکترین اقتصادی مشوره صورت نگرفته. ایجاب میکنه که ما با جمع کردن تمام نظریات و با توجه به تجارب گذشته ما، با توجه به تجارب کشورهای بیرونی، باید یک سند جور بکنیم، یک استراتژی جور بکنیم که بر پرتو از او مذاکرات صلح هم پیش ببریم و در عین حال بتونیم پس از صلح کمک های بین المللی را بتونیم که جلب جذب بکنیم. یکی از نگرانی های مردم افغانستان این است که پس از صلح اگر خارجی ها ما را کمک نکنه، باز هم امو انارشیزم اقتصادی بیشتر از این خارج شد و لذا ایجاب میکنه که ما این بار بسیار محتاطانه عمل بکنیم، چون نگرانی مردم بسیار زیاد است و باز هم نگرانی از این است که سالهای 70 و سنه 70 و سنه 75 حکم نشه که فقر بیشتر شوه و ما نتونیم از این فرصت به وجود آمده استفاده مطلوب بکنیم. بله، در عدم پیشرفت امور اقتصادی در کشور چقدر میتونه که سود کشورهای خارجی در افغانستان باشه؟ یقینا شما ببینید امروزه جنگ‌های نیابتی که در افغانستان وجود داره، همش ناشی از اکثرا ناشی از فقر است، ناشی از بیکاری است. اگر ما نتونیم استفاده مطلوب بکنیم، باز هم در دام کشورهای بیرونی و کشورهای مغرض که در 4 دهه گذشته ما را نخواست پیشرفت بکنیم و نمیخواید که پیشرفت بکنیم، باز هم در دام از اونا مردم افغانستان و تماما کشور فرو خواهد رفت و مردم از این بابت بسیار نگران بسیار جدی هستند. پس لازم است که ما یک برنامه دقیق و اساسی ترسیم بکنیم. باز هم تاکید میکنم که در افغانستان متاسفانه در 4 دهه گذشته روی زیربناها و زیرساختها کار لازم صورت نگرفته و این در نتیجه مردم ما در اکثریت مطلقش فقیر باقی مانده، زیر خط فقر قرار داره و در عین حال حکومت ما هم نمیتونه، یک حکومت بسیار ضعیف هستیم، یک حکومت ضعیف داریم، بدون کمک های خارجی ما نمیتونیم به پیش بریم و این روشن و واضح است که ما باز هم در دام تروریسم و القاعده و کشورهای مغرض واقع خواهد شده. بله آقای حیدری، حالا که حکومت و رهبران حکومت مصروف روند گفتگوهای صلح هستند، اقتصاد کشور در کجا رسیده؟ آیا فکری هم به این وضعیت شده تا کنون یا نه؟ خب واضح است، شما ببینید بیش از 90% نفوس افغانستان زیر خط فقر قرار دارد و امو سکتور خصوصی ما مطلقاً در وضعیت خراب قرار داره. شما ببینید وقتی که من میگم سکتور خصوصی، فعلا سکتور خصوصی ما به طور بسیار مقطعی و در
امورات وارداتی عمل میکنه. شما ببینین بیشتر از 4 میلیون جوان افغانستان و نفوس افغانستان همه معتار است. این نشان دهنده ای است که وضعیت اقتصادی ما و مو شاخص های پستل که من گفتم، وضعیت ثبات سیاسی ما، ثبات اقتصادی ما، ثبات اجتماعی ما، ثبات حقوقی ما که همه به یکدیگر وابسته است، ناشی از این است که ما ضعیف هستیم، اقتصاد ما ضعیف است، یک کشور خودکفا نیستیم، یک کشور وارداتی هستیم، یک اقتصاد رانتی داریم و اقتصاد وارداتی داریم. در صورت از اینکه ما رسالتمندانه عمل نکنیم، وضعیت بیشتر خراب خواهد شد و وضعیت مردم در بسطو آمده، کار به استخوان مردم رسیده. هر دو طرف باید وجدانن مسئولانه عمل بکنه، رسالتمندانه عمل بکنه و بیشتر از این مردم تاب و طاقت نارامی و بی‌ثباتی نداره و این بی‌ثباتی باعث شده که تماما امورات اقتصادی ما، امورات پولی و بازار ما مختل شده و جریان که امروز هست همه مصنوعی است. بله، پس چه فکر میکنین که راه حل برای بیرون رفت از این بنبست اقتصادی چه است؟ بله، یقیناً که افغانستان چنان که عرض کردم حضورتان، ما از چند نقطه نظر غنامندی داریم، یعنی ظرفیت وجود داره. بیشتر از 60% نفوس افغانستان جوان است و در عین حال ما در چارای منطقه قرار داریم، منابع طبیعی بالقوه داریم که دست ناخورده مانده و در عین حال ظرفیت تولیدی ما و ظرفیت زراعتی ما و ظرفیت دامداری ما که شاخص های کلان اقتصادی را محسوب میشه همهش به طور بالقوه باقی مانده. امیدوار هستم که صلح اگر تامین شوه و صلح شوه در افغانستان، ما به زودی میتونیم به پای خود بیستیم، به خاطر از اینکه تنها ظرفیت ترانزیتی افغانستان بالاتر از کشور امارات یا دبی خوانده میشه، به خاطر از اینکه خطوط آهن ما که زیربنا است، جاده های ما که زیربنا است در وضعیت خوب قرار نداره، امنیت وجود نداره، حکومتداری یا ساختارهای اداری حقوقی و ساختارهای حکومتداری ما با مشکلات جدی مواجه است. امیدوار هستم که پس از صلح سر از این کار صورت بگیرم، ما میتونیم بسیار به زودی از وضعیت وابستگی از فقر و از اقتصاد رانتی و اقتصاد مصرفی برایم. بله، تشکر از شما آقای حیدری از اینکه با ما بودین در این بحث. و بیننده ها عزیز، حال توجه کنید به نرخ ارزها در بازار امروز کابل. و حال هم بهای طلا در بازارهای کابل. و بیننده های عزیز، به پایان برنامه زیربنا رسیدیم. خداوند نگهدارتان.